شنونده‌ای که باز در شعبه 55 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح رسیدگی است، جمعی از جدا شدگان از این گروهک، بیش از 40 نفر از کسانی که از این گروهک جدا شدند و تعدادی از مردم که در اثر اقدامات منافقین دچار آسیب شدند، طرح دعوا کردند و مطالبه جبران خسارات مادی و معنوی خود را نمودند، که در خصوص این پرونده دادگاه محترم مراتب رو از طریق وزارت امور خارجه کشورمون به وزارت دادگستری کشورهایی که گروهک منافقین در اونجا فعالیت دارن از اون طریق به این گروهک ابلاغ کردن، که همه شما مشاهده کردید که سرکرده این گروهک هم در یک فایل صوتی نسبت به این پرونده واکنش نشان داد. بنابراین دادگاه به این موضوع رسیدگی کرده و حکم پرونده رو صادر کرده که در این پرونده سرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود 7660 میلیارد تومان در حق آسیب دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به اونها وارد شده حکم صادر کرده و این حکم قطعی شده. افرادی که از این گروهک جدا شدن اعلام کردند که سالها در اسارت این گروهک بودند و اونها را به کارهای اجباری وامیذاشتن و اجازه خروج به اونها داده نمیشد، که در هر حال به طرق مختلف تونستن از اونها جدا بشن و خود رو به کشور ایران اسلامی برسانن که